از دکتر باقر سعیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل پیرامون این خبر دعوت به عمل آوردیم. آقای سعیر، سلام و عرض ادب دارم خدمتون. آقای سعیر، در حالی که امسال کشور عراق ویزا را برای زائران افغانستانی رایگان اعلام کرده، وضع محدودیت و شرایط جدید مرزی از سوی ایران به چه معناست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اول دایران اما خود آنوزین مضمون ترین و محروم ترین نشد به دلائل مختلف. سالهای سال مردم افغانستان با وجود مشکلات و چالش ها خوش و شیعان افغانستان قادر به آمدن به زیارت در به این رویجه نبودن. با توجه به تصمیماتی که در سالهای اخیر برای همه کشورها رو بیجه و شیعان افغانستان و مطلع افغانستان از طرف هم جمهوری ایران و هم جمهوری اسلامی ایران معیار شده بود، علاقه فراوانی در میان شیعان افغانستان شکل گرفته بود و زمین سازی لازمه هم متاسفانه صورت نگرفت. در همه سالهای گذشته که از سال 95 شد تا با این سال، زائران افغانستانی، قسمت عمده زائران افغانستانی متاسفانه در برنامه اربعینی و در اصل برنامه اربعینی که حضور میلیونی شیعان و دلباختگان با حسین از سراسر جهان هست متاسفانه حضور پیدا نکردند. چالش های اداری زیاد وجود داره و کماکان متاسفانه تا به حال هم وجود دارد. نبود نمایندگی سیاسی و کنسولگری عراق در افغانستان، چالش ها و مشکلات که در مرزهای ایران داریم و از طرف دیگر متاسفانه فضای تعصب آمیزی که در داخل افغانستان و نسبت به حاکمیت فعلی وجود دارم. همه اینها نسبت از کم میده که ظاهر افغانستانی با چالش بسیار بزرگی مواجه شد. تصمیم جدید هم در تداوم چالش هاست. شما میدانید اکثریت زائران افغانستانی کسان هستند که مسن هستند و سن بلند دارند و در سن بلند استفاده از ترانسپورت زمینی و آمدن از طریق اتوبوس با توجه به اینکه در داخل افغانستان متاسفانه چالش های بسیار زیاد ترانسپورتی وجود دارد و قرار دادن یک مرز صرفا مرز زمینی اسلام بلند به خاطر تردد و ورود زائران افغانستانی این مشکلات را بیشتر میکنه. خب به دوات که مسئولیت دامتیران بانکه در قسمت ایجاد اصلاحات را ایجاد کردن، در قسمت تردد و نوعیت تردد هم تصیلات را ایجاد کنند تا این زایدین مجموع افغانستان که از پرا و قصبات و از جهات و از جاهای فوق العاده دور افغانستان آزم زیارت در عبدالله حسین میشه. شما میدانید باید دارید مثلا یک کسی میخواه از یک اونسوالی با این کربلا موشن خودم در قرار سه شب خوب نباید بری کنید با خوابان برسه، شب باید به هرات برسه و تقریبا تا رسیده رو مشهده باید شش شبان رو دیگه در مسیح را موشن. اگر صرف یک مرز و اون مرز اسلام قلعه و از نظرم فقط واسطه اوتوبوس باشد، شما فکر کنید با چه چالش بسیار بزرگ که مواجه میشه یک دایر مثلا 80 ساله و 50 ساله ارمانی. ما امیدوار هستیم چالش بزرگشه شد آقای سعیر. بله آقای سعیر، با توجه به مشکلات و موانع مرزی در سالهای گذشته، وضع محدودیت‌های جدید تا چه اندازه بر میزان حضور زائران افغانستانی در اربعین تأثیر گذاره؟ بفرمایید. میدانید وقتی یک زائری که از اطراف خصوصا مناطق مرکزی افغانستان یا از نقاط دیگه افغانستان علاقه داره و عشق داره و محبت داره میخواه که عازم شود، وقتی تصمیمات محدودیت انگیز و محدودیت آور بشنوند، فکر کنم در قسمت تصمیم خود و در قسمت نوعیت ترددی که برایشان تعیین شده با چالش بسیار کلان مواجه میشه، هم از نظر روانی و هم از نظر ترتیبات مالیش. از نظر روانی
شما میدونید از یک طرف او عشق و محبت و علاقه فراوانی که نسبت به زیارت اربعین و زیارت عبدالله حسین داره و از این طرف تصمیم محدودیت آور خب در یک حالت بسیار سل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 
اصل شور و اصل ولوله و اصل داخل جمعه این در خواست پایسات حضور داشته باشیم. اگر کسی واقعا میخواد که حضور میلیونی عاشقان عبدالله حسین را درک کنه، انشاءالله آقای دکتر معنوی عبدالله حسین داره که باید در یک روز قبل به این طرف یا روز قبل در بکی برسه، ولی این محدودیت هایی که بازه و افسیدی هم مشکلات اکثریت ظاهران از بان در بود که خود مرافقه برسه دوردن برسه و یک سال سم تا بودستی را محروم بشه. آی دکتر ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر باقر سعیر، استاد دانشگاه و فعال فرهنگی دینی از کابل که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.